سلام، همراه ما هستین در یکی دیگه از برنامه های هفتگی نهاد اکس مسلم اسکاندیناوی. من عطیه نیکنس و همراه همکارم میلاد رسای منش این برنامه ها رو تقدیم حضور شما میکنیم. خب همچنان در محرم و صفر هستیم و با خبرهای خوبی که باش برای شما داریم و امروز دو مهمان عزیز داریم که قبول زحمت کردن و دعوت ما رو پذیرفتن و ما با ما هستن. مریم نمازی عزیز، سخنگوی اکس مسلم بریتانیا، و فریبرز پویای عزیز از بنیانگذاران نهاد اکس مسلم بریتانیا هستن. ما میخوایم امروز در مورد کنفرانسی که 3 آگوست، البته 31 آگوست فکر میکنم، در اسلو هست با همدیگه صحبت بکنیم که یکی از سازمان دهنده های این کنفرانس نهاد اکس مسلم بریتانیا هست. مریم نمازی عزیز، از شما شروع میکنم. اگر اینکه برای ما از اسم این کنفرانس بگین، که خب به نظر من اسم خیلی فوق‌العاده و جدید و خیلی چالش برانگیزی داشت، اگر از اسمش شروع کنیم برای ما بگین ممنون میشم. تریبون از شما. خیلی ممنون از این دعوت، خیلی خوشحالم که با شما عزیزان هستم. خب این اسم این کنفرانس ها هست Celebrating Dissent، یعنی به یه نوعی جشن گرفتن ارتداد و کفگویی رو جشن گرفتن، چون همیشه به عنوان یه چیز منفی دیده میشه و این کنفرانس ها عملا به این معناست که اتفاقا ما وقتی از ارتداد و از کفگویی صحبت میکنیم باید این مقوله ها رو جشن بگیریم، باید کسایی که مرتدن یا کفگویی میکنن اونا رو بهشون یه نوعی ادای احترام کنیم، به خاطر اینکه این نوع عمل، این نوع تفکر همیشه کمک کرده در تاریخ برای تغییر جهان، برای تغییر جوامع و برای پیشرفت جوامع مختلف، و به همین خاطر این کنفرانس ها رو اینو نام دادیم. اولین کنفرانسی که داشتیم در سال 2008 بود، یعنی یه سال بعد از تأسیس اکس مسلم در سطح جهان، و خب چند سال دیگه میشه 20 سالگرد این کنفرانس ها، و خب هر کدوم این کنفرانس ها تمرکزات مختلفی داره و اهمیت متفاوتی داره بر مبنای اون موقعیتی که تو جهان هست در زمانی که این کنفرانس ها برگزار میشه، و این یکی در اسلو هستش و همونطوری که گفتیم 31 اوت تا اول سپتامبر امسال. مرسی از توضیحاتتون. وای، الان که شما گفتین 20 سال رقم زدن تاریخ، 20 سال تاریخ واقعا درخشان درست کردن برای اکس مسلم واقعا جای تقدیر و تشکر داره، و برای ما مخصوصا مایی که از کشور اسلام زده ایران هستیم چقدر با افتخاره که یک فعالیت میکنیم در این حوزه با 20 سال واقعا تاریخ درخشان. خب فریبرز پویای عزیز، من میخوام این سوال از شما بپرسم که چقدر به نظر شما برگزاری چنین کنفرانس هایی اساسا تو برهه زمانی که ما هستیم اهمیت داره؟ با سلام از من و مرسی که منم دعوت کردین اینجا. همونطور که مریم گفت، این قضیه سلبریتینگ دیسنت یا در واقع در ستایش و جشن گرفتن دیگراندیشیه یه سطح وسیع ترش، و به خصوص از جوامعی رو که ما اومدیم و تجربه زندگی داریم، تجربه زیستشون داریم، حاکمیت یک ایده های خیلی محدود مرتجع بر جوامع و کل مردم این جوامع واقعا سنگینی میکنه، و کسایی که تلاش میکنن وضعیتشون رو بهتر بکنن مجبورن دست به ارتداد، در واقع پا خاطی کرد، پا رو از چارچوب بیرون گذاشتن و دگراندیشی بکنن، و جنبش دگراندیشی، جنبش دیسنت، جنبش ارتداد در کشورهای خاورمیانه بسیار قویه. فقط این هیچ در تاریخ خیلی ضعیف بوده در این جوامع بیان این، و این جنبشی رو که ما الان داریم، جنبش اکس مسلم، جنبش دیگراندیشی، جنبش آزادی خواهی، اینا همه به هم وصل داره، ربط داره، و این کنفرانسی هم که الان امسال داره برگزار میشه در ادامه کنفرانس های سال گذشته
توجهشو میکنه به مسائلی رو که امروز در واقع مورد بحث و گفتگوه، مثلا یه موضوعی رو که الان دنیا با شروع هست در رابطه با مسئله رشد گرایش های ناسیونالیستی، رشد گرایش های دست راستی، رشد گرایش های مذهبی دست راستی هست که شما میدونید تو خاورمیانه رو به آتیش کشونده و توی کشورهای اروپا و آمریکایی هم میبینید در حال رشد هستن، و جنبش دگراندیشی، جنبش در واقع که ما ازش میایم، نمیتونید نسبت به این اتفاقات بیتفاوت باشید. مرسی از توضیحاتتون. خب میلاد، شما هم اگر امکان داره وارد بحث بشین، اگه نکته و سوالی داری، یا در هر صورت از تو میشنویم. سوال خیلی زیاد دارم. سلامتی عزیز، سلام به فریبوس و مریم عزیز، خیلی ممنونم که دعوت ما رو برای شرکت تو این برنامه پذیرا شدید. من یک سوال مشخص میخوام از مریم بپرسم. خوب یادم هستش که بعد از کنفرانس مشابهی که در کلن برگزار شد، فکر میکنم سال 2022 بود اگر اشتباه نکنم، اون سمیناری که در کلن برگزار شد، بحث های زیادی بین آتیست های فارسی زبان به خصوص تو کلاب هاست من یادم هست در این رابطه را افتاد. حتی انقدر اون کنفرانس سر صدا کرد که یک عده‌ای که اساسا خیلی وارد در واقع گفتمان خدا ناباوران ایرانی نمی شدن و می گفتن اصلا خیلی حالا مهم نیستن و وجود ندارن و غیره، به تکاپو افتادن که بخوان یه سری در حقیقت تزایی بدن که محکوم بکنن برگزاری این کنفرانس. و یکی از مهمترین حرفایی که میزدن و اون انتقاد من الان میخوام جلوی شما بذارم و نظر شما رو بدونم، این بود که میگفتن آتئیسم ایرانی تبدیل به یک مکتب شده و این نوع برگزاری کنفرانس ها مثل یه نوع ریچوال مذهبی میبونه برای آتئیستا. یعنی درسته که مثلا طرف اکس مسلمه و خدا رو گذاشته کنار، ولی مثل مسلمونا که میرن تو مکه حالا یه گدم دارن سلبریتی دیسنت برگزار میکنن عین مراسم حج، پیغمبرشون ریچارد داکینز هم برداشتن آوردن و همون باز تولید مذهب این بار به یه شکل دیگه است. به یک نوعی میگفتن که آتئیستا و به خصوص این مجموعه نهادهای اکس مسلم فرقه گرا کار میکنن و یه جور کالت تبدیل شدن. پاسخ شما چه هزای واقعا ما به یک کالت تبدیل شدیم و این یه نوع همون باز تولید فرهنگ اسلامیه؟ خب فکر کنم این یه بحثیه که کلا خب از یه سری افراد و به عنوان انتقاد میشنویم، و خب یه واقعیت اینه که اولا وقتی که ما الان تو یک دنیای زندگی میکنیم که ارتداد و کفگویی حکمش اعدامه، حالا توی مثلا نمیدونم 60-70% کشورهای دنیا کفگویی میتونه یک جرمی باشه که حتی افرادی بتونن زندانی بشن، ولی توی جوامع اسلام زده، توی تحت حکومت های اسلامی، خب کفگویی و ارتداد حکمش اعدامه. خب این مسئله خیلی جدیه و فقط بر نمیگرده به آتیستا و کسایی که بی خدا، به خاطر اینکه احکام ارتداد و کفگویی علیه خیلی ها تحمیل میشه و اعمال میشه، حتی کسایی که از اقلیت های مذهبی هستن، حتی کسایی که مسلمانن و خب یه میتونن یه بخشی از اسلام از نظر اسلام سیاسی زیر سوال بیارن یا انتقاد کنن ازش، و به همین خاطر یه مسئله خیلی مهم انسانیه، یعنی اینکه افراد به خاطر عقاید خودشون بتونن کشته بشن، بتونن قانونن اعدام بشن تحت قوانین شریعه. خب این یه مسئله مهمیه که باید علیهش مبارزه کرد، به خاطر اینکه اگر ما قبول داریم که حق عقیده و حق اندیشه، باور به مذهب هم جزوی ازش هست، خب بی خدایی هم جزوی از اون حق هست و باید ازش دفاع کرد، و دفاع از یک چیزی که واقعا انسانیه و خاص تعداد خیلی وسیعی از مردم دنیاست، این فرقه کری نیست، این دفاع از یه حقه. خب و خب مسلمه وقتی که افرادی هستن که کاملا زیر حمله هستن، کاملا تحت فشارن، تو خب جوامع اسلامی میدونیم که دارن اعدام میشن، دارن سرکوب میشن، غیر قانونیه که آدم بگه من بی خدا هستم، در حالی که ما میدونیم یک واقعا سونامی بی خدایی تو ایران و توی مناطقی که اتفاقا اسلام حاکمه اونجا اصلا داره رشد خیلی بی سابقه میکنه، و فقط هم اونجا نیست، مثلا ما وقتی که اکس مسلم انگلیس رو تأسیس کردیم، خب اکثر کسایی که تو همون عکسی که پشت سر آتیه هست، اکس مسلمای اولیه که اومدن اسم خودشونو دادن و اومدن گفتن که
ما مرتدی، ما حق داریم که مرتد باشیم و علنی حق داریم این کارو بکنیم بدون تهدید خشونت و مرگ، اکثرا ایرانی بودن. و من انقدر تعجب کردم که افرادی که تو خود انگلیس به دنیا اومدن از خانواده های مسلمانیان میترسیدن که بگن اکس مسلم. خب الان خیلی فرق کرده، 17 سال الان ما مبارزه کردیم، چند سال دیگه میشه 20 سال. الان اصلا اکس مسلم شده یه جنبش عظیم جهانی و مثل هر جنبشی که برای حق انسان داره مبارزه میکنه، مثلا جنبش LGBTQ، جنبش حقوق زنان، رهایی زنان، جنبش حقوق مدنی مثلا مال سیاه‌پوستان که خواسته حق و حقوق خودشون، نه حق برابر، برتر، ببخشید، نه حق برتر از دیگران ولی برابر با دیگران که به عنوان انسان بهشون رفتار بشه. یعنی این جنبش به خاطر این به وجود اومده. و خب شما دارین به کسایی که تحت فشارن، تحت سرکوبن، فرار کردن و دارن هر روز و هر روز اذیت و آزار میشن، میگین چون کنفرانس گرفتن، کنفرانس گرفتن که هم به افراد دیگه بگن که احساس تنهایی نکنین، ما بیشمارانیم، حق داریم که عقاید خودمونو بدون ترس و وحشت ابراز کنیم و قوانین ارتداد و کفگویی واقعا قوانین ضد بشری هستن. این نمیشه فرقه. و خب خیلی از مذهبیان فرق میکنه به خاطر اینکه ریچارد داکینز پیامبر کسی نیست، حداقل پیامبر من که نیست. یعنی من انتقادات زیادی دارم به صحبت‌های ریچارد داکینز و مثل هر کسی که آزاداندیشه، خب تفاوت‌های سیاسی و دیگر هست. ریچارد داکینز کمونیست نیست، من هستم. برای مثال ریچارد داکینز فکر میکنه که مسیحیت بهتره تا اسلام. من فکر میکنم هر دوش واقعا از نظر عقیده عقایدی هن که واقعا ضد بشری هن و واقعا نباید جایی داشته باشن، در حالی که افراد حق دارن این باور رو داشته باشن. و این خیلی فرق میکنه تا سکتاریزم یا دوم. بعد مثلا بالاخره مذهبیون یک کتاب دارن که تخطی از اون کتاب میتونه حکم مرگ داشته باشه. اون کتاب برای آتیستا کجاست؟ یعنی دوگم یه چیزی که اتفاقا چیزی که مذهب همیشه اعمال میکنه و اگر دنبال نکنی این قوانین مذهبی رو میتونه خیلی خطرات زیادی برای افراد داشته باشه. ولی خب وقتی که آزاداندیش هستی اینطوری نیست. یعنی این بحثا واقعا بحثایی که خیلی اوقات دیدم، میخوان فکر کنم در یه برنامه آرش عزیزی مثلا این بحثو کرد در رابطه با اینکه مثلا افراطیون مذهبی با افراطیون آتیس یکی هم. خب افراطیون آتیس، من یه افراطی آتیس هستم، من یه میلیتانت آتیس هستم، فکر میکنم آتیسم حق منه و ازش دفاع میکنم و خب ولی سر کسی رو نباریدم و از حق مسلمونا یا مسیحی یا هر کی دفاع میکنم که عقاید خودشون رو داشته باشن. ولی در این حال میگم که خب اون عقیده است، عقیده منم یه عقیده است، عقیدم باید اجازه داشته باشیم که عقاید رو کاملا زیر ذره‌بین ببریم، نقدش کنیم و بحث و گفتگو داشته باشیم، در این حالی که به افراد توهین نکنیم. یعنی توهین به مقدسات به نظرم یه حقه و یه حق مهمیه. تاریخ نشون داده که پیشرفت، یک وجه مهم پیشرفت توهین به مقدساته و یعنی این دوتا رو نمیشه اصلا مثل بغل هم گذاشت. مثل اینکه بگیم که کسی که مخالف اعدامه با اونی که طرفدار اعدامه یکیه، هر دو افراطی هن. نه خیر، دفاع از حق افراطیگری نیست. و این کسایی که حرف رو میزنن به یه نوعی میخوان هنوز این پریویلیج و این اهمیت مذهب رو همیشه حفظ کنن. نه، مذهب یه عقیده است، اهمیتش بالاتر و پایینتر از هیچ عقاید دیگه نیست و اتفاقا میشه نقدش کرد، میشه زیر سوالش برد و اتفاقا باید این کار کرد به خاطر اینکه مذهب، نه فقط اسلام، همه مذاهب
واقعا عقایدی هستن که به قرون وسطا بعد یعنی به اونجا وصله، ربطی به انسانیت قرن 21 نداره، ضد بشری، ضد زن، ضد همجنسگراست، خشونت به بار میاره، تهدید به بار میاره و خب باید نقدش کرد. مرسی از توضیحاتتون تا به اینجا. فریبرز پویا، ضمن اینکه اگر اینکه نکته ای دارین در مورد سوالی که میلاد پرسید یا توضیحاتی که مریم عزیز ارائه دادن، میخواستم ببینم که به نظر شما چقدر مهمه در فضای فارسی زبان، مخصوصا یعنی دو کشورهای اسلام زده ولی کشور ایران چقدر واقعا تأثیر داره با وجود اینکه ما یه انقلاب واقعا ضد مذهب، یک انقلاب واقعا مدرن و مترقی از دو سال پیش شروع شده در ایران، چقدر واقعا این کنفرانس ها در فضای فارسی زبان اساسا اهمیت داره؟ مرسی. آره من فکر کنم که در رابطه با به خصوص در رابطه با فارسی زبان و جامعه ایران، ما شاهد یه جنبش خیلی وسیع مذهبی در ایران بودیم. مثلا این تو شکل جنبش زن زندگی آزادی، جنبش به خصوص تمرکزش روی حقوق زنان و ضدیت مذهب با حقوق زنان و اینکه جامعه ایران نمیتونه یه جامعه مذهبی باشه و اهمیت نقد مذهب رو تو صحنه آورده. تمرکز این قضیه نه تنها در علیه جمهوری اسلامیه، بلکه علیه عقاید پوسیده ریشه دار مذهبی در قشری که ظاهرا حتی مخالف جمهوری اسلامی هستند. این جنبش در واقع دگراندیشی، جنبش سلبریتینگ دیسنت، داره به این قضیه هم توجه میکنه. شما الان نگاه میکنید میبینید که چقدر در جریاناتی که خودشون رو سعی میکنن ما در واقع وصلن به جمهوری اسلامی و وصلن به عقاید مذهبی، ولی سعی میکنن خودشون در مخالفت با جمهوری اسلامی و دولت حاکم تعریف بکنن، ولی در این حال تمام اون عقاید عقب مونده رو به خودشون هم میکنن. خشونت به علیه زنان، شما اصلا ببینین اینستاگرام، کسایی که مثلا خیلی هوادار دارن توی اینستاگرام میان به علیه زنان خشونت میکنن، یا که حتی جنرال سازمان یافته مذهبی رو نگاه میکنی، مثلا سازمان مجاهدین غیره که نگاه میکنی، تمام اون قوانین و سینه زنی و محرم و مخالفت با آتئیسم و مخالفت با دگراندیشی رو فرمولی کردن فقط در محدوده مخالفت با یه بخشی از جمهوری اسلامی. یا حتی جنرال راست تو ایران رو میتونیم ببینیم، میتونیم ببینیم که اینا حتی دارن فعالیتشون در رابطه اشکال مختلف در حزب حفظ سازمان های مذهبی وجود داره. تو سطح سیاسی خب این اهمیت داره، ولی تو بخش وسیع اجتماعی تو جامعه ایران اون جنبش ضد مذهبی باید یه بیانی در خودش داشته باشه، باید بتونه خودش رو بیان کنه به شکل متمرکز، بتونه ورایتی یعنی اشکال متفاوت این نقد مذهب رو که در شرایط خاص جامعه ایران تبلور پیدا کنه، داره خودش رو پیدا میکنه رو اینو باید بتونه بیان بکنه. و در واقع سلبریتی دیسنت داره تلاش میکنه اجزای متفاوته، یعنی این کنفرانس ها داره تلاش میکنه زوایای متفاوت این جنبش نقد مذهبی و به خصوص نقد اسلام رو تو شرایط مشخص جامعه ایران و جهان بیان بکنه، یعنی بیاره اینا رو تبلور بده، ببینه مثلا خصوصیات این جنبش چیه، با چه مشکلاتی روبرو هستن، موضوعات مورد بحث چجوری هست، چجوری میشه با این عقاید در واقع مبارزه کرد و بیان کرد. بخواد که نقد مذهبی تو ایران به نظر من و توی خاورمیانه خیلی وسیعه. لایه‌های متفاوت نقد مذهبی، نقد عقاید مذهبی خیلی وسیعه. دگراندیشی و دیسنت و ارتداد خیلی وسیعه تو این جوامع. لایه‌های مختلف داره و اینو ما به نظر من کمتر بهش توجه شده. من فکر کنم که نقشی رو که این کنفرانس داره که نشون بده لایه‌های متفاوت نقد و که چقدر عمیق هستن، چه مسائل رو مورد بررسی قرار میدن و چگونه راه چاره های مقابله با عقاید مذهبی و سیستم های مذهبی رو در رابطه بررسی میکنه و مورد نقد و بررسی و گفتگو و در واقع چاره یابی نشون میده. خود کنفرانس های خیلی مهمی هستن. ممنون از توضیحاتتون. میلاد اگر مریم جان بفرمایید. تو ببخشید، من میخواستم دو تا نکته اضافه کنم. یکی اینه که میدونین چون که ما الان توی دنیای زندگی میکنیم که افراد با حق و حقوق فردی خودشون همیشه دست بندی میشن
و به عنوان یه چیز دست جمعی دیده میشن. مثلا کامیونیتی مسلمونا یا کامیونیتی اکس مسلما. و میخوام بگم که ما اتفاقا کاری که میخوام بکنیم اینه که نشون بدیم که کامیونیتی به اون صورت وجود نداره. ما هممون افرادیم با عقاید خودمون و حتی اکس مسلما با هم عقیده نیستن. خب و این یه نوعی جنبش اکس مسلم از این زاویه هم خیلی متفاوته با جنبش مذهبیون، به خاطر اینکه اونا میخوان بگن که ما یه حق دست جمعی داریم و عملا این چیزی که کسایی که تو قدرتن این جمع رو به وجود میارن که بتونن بگن که ما سخنگوی این جمعیم و این جمع حق و حقوق خودشو نداره، حق گروهی داره، دست جمعی داره، که بعد بتونن بگن که شریعه حق دست جمعی مسلمان هست برای مثال، یا حجاب اجباری این حق دست جمعی مسلمان هست، چون یک گروه هن افراد رو تو این گروه نمیشه دید، جنبش های سیاسی اجتماعی رو نمیشه دید، مخصوصاً میخوان حذفش کنن که دیگه افراد نباشن، گروه باشن. و اتفاقا یکی از چیزایی که اکس مسلم گفت از همون روز اول اینی که ما میخوایم بگیم که ما نیستیم، ما تو اون جمع نیستیم، ما افرادیم، حق و حقوق داریم و میخوایم به عنوان شهروند و انسان با همون برخورد بشه. دلیل استفاده از ترم اکس مسلم به این معناست که بگیم که اولا که مسلمون نیستیم، تعداد زیادی هستن از جوامع ما، از جایی که فرار کردیم و از جاهایی که الان زندگی میکنیم که مسلمون نیستن، هی دست بندیمون نکنین به عنوان یک گروه، ما رو به عنوان انسان و شهروند با همون برخورد بکنین. و یه بحث دیگه هم اینه که خب یه دلیلی هم که خیلی ها مثلا انتقاد میکنن از ما اینه که احساس میکنن ما از اون خط قرمز در احترام به مذهب داریم پامونو میذاریم این ورتر. خب بحث ما اینه، مذهب چرا باید احترام ویژه‌ای قائل داشته باشه؟ چرا؟ یک عقیده ضد زن، ضد انسانی، ضد LGBT، ضد همه چی هست، یه عقیده است، چرا باید احترام ویژه‌ای بهش قائل باشیم؟ اتفاقا برای احترام به انسان باید به عقاید ضد بشری بی احترامی کرد و این خیلی متفاوته تا بی احترامی به انسان. یعنی صحبتی که همیشه کردیم اینه که هیچ عقیده مقدس نیست ولی انسان باید مقدس باشه. میخواستم این دو نکته رو اینجا اضافه کنم که این بحث این که ما سکتیم و داگمیم، یعنی این بحثی میاد که فکر نشده است و دقیقا این تفاوت‌ها رو نمیتونه ببینه و بحثایی که ما الان چند سال داریم انجام میدیم و گوش نکرده، همینجوری اتوماتیک به خاطر اینکه میخواد اون احترام به مذهب و حفظ کنه حاضر نیست انتقاداتی که داره میشه از سوی اکس مسلم رو بپذیره. مرسی مرسی مریم جان، نکات خیلی مهم و واقعا کلیدی رو بهش اشاره کردین. میلاد اگر سوال و نکته ای داری از تو میشنویم. بله خیلی متشکرم. من یک سوال خیلی مشخص میخوام از فایبرز این دفعه بپرسم. گفته میشه که بر اساس فضای سیاسی ایران الان احتیاج به اتحاد داره، بر اساس ما اگر قائل به این هستیم که زن زندگی آزادی از طریق انقلاب بتونه شر جمهوری اسلامی رو بکنه، به بخش هایی که شاید مذهبی و یا نیمه مذهبی باشن در داخل جامعه ایران هم احتیاج داریم. این که بر اساس یک ایده پیدا بشن به خودشون بگن در واقع اکس مسلم و یک کنفرانسی مثل عذر میخوام سلبریتینگ دیسنت رو برگزار بکنن، یه جور خودی و غیر خودی میکنه، جامعه رو به دو بخش سکولار و خدا باور شاید تقسیم بکنه و این در نهایت به ضرر پروسه انقلاب و اتحاد بین مردم است. من اینجا دارم وکیل مدافع شیطان رو بازی میکنم و اینا نظرات خودم نیست، دارم انتقاداتی که میگن رو مطرح میکنم. پاسخ شما چه است؟ آیا ما داریم بین صفوف متحد مردم اشتقاق ایجاد میکنیم و عدم اتحاد داره این پراتیکی که شما دارین؟ میلا جان، من میدونم شما همیشه یه احترام یه نظر مثبتی به شیطان دارین، به این خاطر بیان حضرت شیطان زیاد نگران کننده نیست، ولی من میخوام بگم که اتحاد توی جامعه بر مبنای تفاوته.
خب همه گروه ها، سازمان ها، عقاید نظرات خودش میذارن، کنفرانس میذارن، بحث میذارن، گفتگو میذارن، جنبش علیه اعدام میاد کنفرانس میذاره، جنبش علیه لیبرال های ایرانی، دموکراتی خواه ها، سلطنت طلب ها، جنبش سوسیالیستی میان کنفرانس میذارن، حالا تا آتیستا مخالفین مذهب اومدن یه سایه کنفرانس گذاشتن، سر صداشون در میاد. و این میدونی از کجا میاد؟ از اینجا میاد که جنبش مذهبی و جنبش های گرایش به مذهب به خصوص اسلام تلاش کرده که مخالفین خودش رو، تلاش کرده که آتیستا رو به خصوص بگین نظراتون رو برای خودتون نگه دارین، بیان نکنین، هیچ وقت اعلام علنی نکنین، حرف نزنین، بحث نکنین، تازه وقتی هم نمیتونن جلوشون رو بگیرن، اگه بتونن جلو کنن خب سر مخالفین و مذهبی قضیت مذهبیشون میگیرن، سرشون رو میبرن. اونجا هم که نمیتونن، جنبش به وجود داره میاد و یه سونامی ضد مذهبی داره به وجود میاد، دارن تلاش میکنن جلوی یه سازمانیابی و بیان خیلی مشخص این جنبش رو بگیرن. و عادت کردن بگن که یا آتیست، اول میگفتن وجود نداره، بعدش اگر وجود داره سعی میکنن از بینشون ببرن. اونجا هم که نمیتونستن حالا جلوش از بین بگیرن، میگن خب حالا نیاین با هم جمشین کنفرانس بذارین، بیاین مثلا عقاید خصوصی خودتون تو خونه نگه دارین. در حالی که یکی از اهمیت این دوره مبارزه بیان علنی و بیان سازمان یافته جنبش آتیستی، جنبش ضد مذهبی، جنبش دگراندیشی در جامعه ایران، و هیچ این در واقع مشکلی رو با اتحاد تو جامعه ایران وجود نمیاره. هرچه روشنتر باشه تفاوت ها، هرچه سازمان یافته تر باشه بیان ها و نظرات متفاوت تو جامعه، اتفاقا کمک خیلی بهتری میکنه که جامعه ایران با یه چشم بازی به مسائل نگاه کنه و در واقع اگه میخواد اتحادی رو برای تغییر وضعیت موجود در نظر گرفته بشه، بتونه تمام اون خواستای جامعه ایران رو در خودش داشته باشه. به یکی خواست مهم جامعه ایران حفظ حقوق آتیستا و ضد مذهبی هستن. نقش جنبش ضد مذهبی در ایران در پیشرفت جامعه ایران، این خیلی اهمیت داره. شما نمیتونین یه جامعه آزاد و رها داشته باشین که واقعا شرایط فکری رو به وجود بیاره که همه جامعه بتونه از بیشترین پتانسیلش استفاده کنه، ولی عقاید مذهبی رو دستش نزنه. یعنی که یک جنبش ضد مذهبی، جنبش آتئیستی، جنبش روی برگردانن از خدا و مذهب و دستگاه مذهب، پیشرفت جامعه ایرانه. یعنی که نمیتونه جامعه پیشرفت کنه بدون این، و در شکل گرفتن این در واقع خیلی کمک میکنه که اون نقش مترقی جامعه ایران رو در واقع سمنتش بکنه، یعنی در واقع ستونهای خیلی محکمش رو توی جامعه ایران بذاره و بتونه شرطی وجود داره که جامعه ایران بتونه نفس بکشه، فکر بکنه و پیشرفت بکنه. و این یعنی من فراخوانم به تمام گروه ها، سازمان ها غیره هست که کمک بکنن که جنبش این جنبش ضد مذهبی رو به رسمیت بشناسن، جنبش ضد مذهبی آتئیستی، اکس مسلم، ناخدا باوری رو به رسمیت بشناسن و اهمیتش رو در نقد مذهب، در نقد خرافات، در نقد در واقع تمام چیزهایی که جامعه ایران رو به عقب کشیده رو اهمیتش رو دریابن و نمیخوام احترام خاصی براش قائل بشن، ولی اهمیتش به رسمیت شناخته بشه. و وقتی آتیستا ایران میخوان بیاشن کنفرانس بذارن، جلسه بذارن، صحبت بکنن، تبادل نظر بکنن در تا مشکلات جامعه ایران و کشورهای خاورمیانه و سراسر دنیا، این رو سعی نکنن خفش بکنن و اجازه شکلیابی بشنن. و این در واقع شکلگیری این عقاید متفاوت و دگراندیشی و سازمان یافتگی این کمک میکنه به اتحاد جدی، یه اتحادی رو که جامعه ایران بنیان یه جامعه مترقی در آینده ایران باشه. مرسی از توضیحاتتون. مریم جان، تیرون از شما بفرمایید. مرسی. میخواستم در ادامه صحبت فریبرز دو تا نکته دیگه بگم. یکی اینه که ببینین وقتی ما صحبت از اتحاد میکنیم، اتحاد حول یه خواسته مشخصیه. برای مثال اتحاد اکس مسلما برای حق ارتداد و کفگویی و آزادی آتیزمه. برای مثال دیگه اونجا تموم میشه. اکس مسلمانی هستن که طرفدار ناسیونالیست سفید پوستن، طرفدار راست افراطی هن،
خب اونجا جلوشو میستیم. یه سری هستن طرفدار نمیدونم سرمایهداری و بسته شدن مرزها برای پناهجویان، اونجا خب تفاوت داریم. من طرفدار مرزهای بازم و طرفدار یه جامعه ام که انسان اهمیت داشته باشه نه سود. و خب اینا دیگه اتحاد به این معنی نیست که دیگه آدم باید هر تفکری داره دیگه از بین ببره که اتحاد نگه داشته باشه. بعد جالب اینجاست که هر وقت صحبت از اتحاد میشه ما باید ساکت باشیم. چرا شما ساکت نمیشین برای اتحاد؟ میدونی یعنی یه مقدار این قائم شدن پشت اتحاد که بی خدایان دیگه صحبت نکنن، اون کسی که این حرف رو میزنه باید یه مقدار فکر کنه که مشکلش با بی خدایی چیه و چرا اینو به عنوان یه حق نمیبینه. بعد مسئله دوم روی سکولاریزمه. ببینین به نظر من جنبش زن زندگی، زن زندگی آزادی جنبش سکولاریه. سکولار یعنی چی؟ نه بی خدایی. سکولار یعنی جدایی مذهب از دولت. و این یه خواست خیلی از کسایی هستن که مذهبی هستن و کسایی که آتیستن. و جامعه‌ای که مذهب به عنوان عقیده شخصی باشه ولی نه توی قدرت و توی ابزار دولت و ارتش و آموزش و پرورش و و غیره. میخوام بگم این سکولاریزم آتیسم همیشه قاطی میشه به خاطر اینکه یه حمله هست خیلی موذیانه پشت پرده علیه سکولاریزم وقتی که این دوتا رو با هم یکی جلوه داده میشه، در حالی که این دوتا چیز کاملا متفاوتی هم. مرسی مریم جان از نکات مهمی که توضیح دادین. میلاد فکر کنم تو سوال داشته باشی، اگر بفرمی. من همیشه سوال دارم عتی جان. یه سوال یه مقدار شاید ویژه این کنفرانس هست و میخوام از مریم این سوال رو بپرسم. به زن زندگی آزادی چند بار در صحبت ها اشاره شد. من در واقع برنامه‌ای که اعلام شده برای این کنفرانس در دو روز رو که نگاه میکنم، در هر دو روز با انگار آرت اگزیبیشن شروع میشه و بلاسفمس وومن یعنی زنان کفگو و زنانی که در واقع یاغی هستن و زیر این برسات سیستم مذهبی و مردسالار میزنن به یه شکل شروع میشه. به نظر میاد یه نقش مهم و یک وزنی رو این کنفرانس سعی کرده به زنان خدا ناباور و زنانی که بر نمیتابند به مردسالاری مذهبی رو بده. چرا به نظر شما مریم جان اهمیت داشته که این وزن مشخص رو شما به زنان خدا ناباور در این کنفرانس بدید؟ خب چند دلیل هست. یکی اینه که خب به نظر من زن آزاد زن کفگوه، یعنی این یه واقعیته. یعنی اتفاقا به همین خاطره که اسلام و تمام مذاهب وقتی تو قدرتن نشونشون زن آزاد است، یعنی از بدنش گرفته تا تفکرش گرفته تا ابراز عقیدش گرفته اینا تا صداش، یعنی از آواز خوندنش تا صحبت کردنش گرفته، اینا همیشه اولین نوک حمله مذهب و مذهبیونه. و خب اتفاقا وقتی که ما میخوایم از در حالا فریبرز اسم خوب بهتری داد، در ستایش کفبویی و ارتداد وقتی بخوایم صحبت کنیم، به نظرم زن آزاده، زن کفگو عملا در مرکز میاد. و خب وقتی نگاه میکنیم به جنبش زن زندگی آزادی هم میبینیم که اتفاقا این در ستایش زنان کفگو هن. زنانی که تخطی میکنن از قوانین اسلامی، میگن نه به قوانین اسلامی و میگن ما آزادی میخوایم، ما برابری میخوایم و زندگی میخوایم. یعنی حتی وقتی نگاه میکنیم اسلام مذهب مرگه، یعنی وقتی خواست زندگی باشه عملا با اسلام و اسلام سیاسی در چالش میافتی. وقتی شعار زنه خب 100%، وقتی که با یه دولتی رو به رو هستی که یکی از پایه های زیستش سرکوب
زنانه، محو زنانه. خب مسلمه که این شعار در خود نشون دهنده یک واقعیت در ایران و این جنبش زن زندگی آزادی خب که توی روژاوان بوده، الان دیدیم تو خود هندم ژنژان آزادی رو کردن. این شعار معنای زیادی داره برای تمام زنان دنیا و مردم دنیا. به خصوص مثلا ما میبینیم چرا توی ایران برای مثال مردان زیادی هستن که این شعار رو بلند کردن، به خاطر اینکه میدونن آزادی و رهایی جامعه به آزادی و رهایی زن وابسته است. خب از این زاویه فکر کنم این شعار اهمیت زیادی داره. و خب وقتی که در رابطه با آزادی صحبت میکنیم، در رابطه آزاداندیشی صحبت میکنیم، مسلم زن باید بیاد و در محور این کنفرانس باشه. در ضمن خب ما داریم ادای احترام میکنیم به شبانا رحمان. شبانا رحمان یک کمدین پاکستانی نروژی بوده که اتفاقا قرار سالهای سال با هم کار کردیم، قرار بود در کنفرانس کلنی که میلاد مطرح کرده بودی قرار بود بیاد اونجا صحبت کنه، ولی چند ماه بعد به خاطر سرطان درگذشت. و اون یک کمدینی بود که تحت فشار زیادی بود به خاطر اینکه یه زن پاکستانی بیاد مثلا کمدی کنه و بیاد حرفای خودشو بزنه، تهدید و اذیت و آزار زیادی شد. و ما میخواستیم در ضمن که جنبش زن زندگی آزادی، انقلاب زن زندگی آزادی داریم در محور میاریم، یه کسی مثل شابانا که واقعا نمایندگی اون ایدرام داشت و اونجا ازش یاد کنیم. و شبانه خب خیلی کارهای مهم میکرد که نمیدونم حالا اینجا بگم یا بعدا صحبت میکنیم، ولی یکیش این بود که یه ملایی بود، ملا کرکر، که خیلی ملایی بود که وصل شده بود به تروریسم و خیلی ازش میترسیدن و یه جایی رفته بود سخنرانی میکرد و شبانه گفت که من ازتون یه سوال دارم، و رفت روی استیج و این ملا رو برداشت و خب همه شروع کردن خندیدن. و چیزی که شابانا گفت این بود که وقتی که آدم میخنده دیگه نمیتونه بترسه و یک نوع مبارزه با این ترس و وحشت جنبش اسلام سیاسی، هم کفگویه و در ضمن هم خندیدن و کریتیویتی یا خلاقیت در مقابل یک جنبش سیاه مثل اسلام سیاسی. مرسی مرسی، واقعا خیلی جالب بود و من الان به این فکر کردم که گفتین که هم خلاقیت، هم مبارزه است، هم کفگویی، هم خنده، مثل واقعا جنبش عمام پرانی. اولین ویدیویی که اومد بیرون ما همه بیشتر داشتیم میخندیدیم و داشتیم فکر میکردیم چه جسورانه یک نوجوان مثلا 13-14 ساله عمامه یا آخوند رو میپرونه. و خب هم کفرگویی بود، هم یک واقعا جنبش ضد مذهب رو نمایندگی میکرد و هم بسیار خنده‌دار بود. من یه سوال دارم از فریبرز پویا، میدونم که اگه بخوایم واردش بشیم شاید خیلی بحثمون طولانی بشه، ولی امیدوارم بتونه به ما کوتاه جواب بده. ببینید مریم یه صحبت هایی رو مطرح کرد در مورد جنبش زن زندگی آزادی و اینکه اصلا چرا حالا در کنفرانس اسلو وزن زیادی در ابتدای کنفرانس برای زنها قائل شده. خیلی ها اینو مطرح میکنن که خب شما دارین این انقلاب رو جنسیتی میکنی، میدونیم فریبرز که از کدوم طیف صحبت میکنن، طیف راست اصولا از این صحبت میکنن که انقلابو دارین جنسیتی میکنین و شما با این حرفاتون، یعنی مبارزانی که مردان مبارزی که دارن در این انقلاب مبارزه میکنن و تلاش میکنن رو نادیده میگیرین و هیچ حقی براشون قائل نیستین و کلا میگین این انقلاب زنانه است و زن زندگی آزادی، چرا در ادامهش نمیگین مرد میهن آبادی؟ خلاصه اگر اینکه بتونی کوتاه برای ما بگی که آیا واقعا یک همچین شبهه‌ای واقعا میشه بهش فکر کرد یا اصلا اساسا از کجا میاد؟ انقیاد زن تحریف موقعیت انسان ره و در واقع انسان رو کاملا تحریف میکنه، یک تصویر کاملا برعکس میکنه، مرد رو تبدیل میکنه به حیوان حقیقتا. یعنی نمیشه غیر از این در مورد صحبت کرد. رهایی جامعه، رهایی مردا در غیر رهایی از این تصویره.
در قید رهایی از انقیاد فکریه. شما وقتی تصویر یک زن مسلمان رو نگاه میکنی، اون نگاه مردانه تصویر شده اسلامی مردان هم به نابودی میکشه. در رفتن از این نگاه، در رفتن از این چارچوب، در گروه رهایی زناست و به خصوص بدن زنا، به خصوص موقعیت زنا تو جامعه. یعنی شما نمیتونین آدم آزاده باشی بدون اینکه در واقع هوادار رهایی که با جنبش زن زندگی آزادی به تصویر کشیده شده، و من فکر کنم اهمیت داره. مرد میهن آبادی، شعار مرد میهن آبادی، در واقع برگشتن به همون ارتجاع فکر مذهبیه، و در واقع این کاملا این شعار به وسیله جنبش زن زندگی آزادی نقش شد و کنار گذاشته شد. تلاش میشه به اشکال متفاوت اون امتیاز رو حفظ بکنن، تلاش میشه اون تصویر وارانه انقیاد انسان رو که تجلی پیدا کرده توی نگاه مذهبی به زن رو حفظ بکنن. و به نظر من پله های مختلفی میان مطرح میکنن، میان میگن مردا رو زیر سوال میزنیم، مردا رو میزنن جلوی رهایی جامعه به وسیله رهایی زنان، مردا رو میان سعی میکنن یه امتیاز براش حفظ کنن. کل جامعه نگاه مذهبی که جامعه رو در واقع شکل میده، ستونش بر رابطه با امتیاز اضافه مردان نسبت به زناست، و اصلا یه موقعیت رو تحریب به وجود آورده که در واقع عقاید مذهبی خودش رو سعی میکنه که با مردسالاری حفظ بکنه. و در واقع اگه کسایی میخوان از این وضعیت نجات پیدا کنن، هیچ چاره ای ندارن جز این که بیان در واقع اون تصویر متفاوت رو که بیانش تو جنبش زن زندگی آزادی، بیانش در رهایی زن داره مطرح میشه رو باش همکاری بکنن، دستش بزنن و از این کانال. تنها راه رهایی جامعه واقعا رهایی از کانال جنبش رهایی زنان هست، و شما نمیتونی با مذهب بگی من مخالف مذهب هستم ولی رابطه مرسولاری بخوای حفظ کنی. نمیتونی بگی من مخالف این وضعیت رقتباری رو که در جامعه هست به وجود آوردن رو باش بخوای مخالفت کنی ولی بیای بخوای همون روابط بتونی حفظ کنی. الان یعنی میدونی هر کسی که بخوای این کارو بکنه میره در کنار همون عقاید قرار میگیره و هیچ کمکی به این جنبش نمیکنه. و این خاطر اهمیت داره که جنبش رهایی بخش زنان در واقع جنبش رهایی بخش کل جامعه را نجات میده، کودک رو نجات میده، مردا رو نجات میده، همه رو میگه نجات میده، ولی خب رهبریش دست و این غیر قابل چشپوشیه. رهبریش دست جنبش زنان، تغییر جامعه ایران، انقلاب آینده ایران، هر نیروی مترقی بدون این جنبش رهایی زنان امکان ناپذیره، هیچ تغییر به وجود نمیاد. اگه کسی میخواد تغییر به وجود بیاره باید 100% هوادار باشه و در رکاب جنبش زن زندگی آزادی فعالیت بکنه. مرسی، زنده باد از توضیحاتتون. میلاد، سوال تو رو با هم دیگه میشنویم. من یک سوال خیلی مهم دارم ولی فکر نمی کنم واقعیتش وقت بشه. حالا اگر به خصوص مریم جان اینو خیلی سریع جواب بدن، در یکی از در واقع این پلنری سشن هایی که هستش در روز اول عنوانش هست Racism, Identity, Politics and Free Expressions. من فکر می کنم یک اتهام خیلی بزرگی که همیشه به اکس مازلم ها زده میشه اینه که تو کمپ راست افراطی و راسیست ها بازی میکنن. خیلی دلم میخواد ببینم در این پنل چه صحبت هایی گفته خواهد شد، اما میخوام این سوال رو میگم، وقتمون خیلی کمه مریم جان، فقط 2 دقیقه بعد این رو پاسخ بدید. آیا اتهام این که اکس مازلم و این کنفرانس در زمین راست افراطی و راسیست ها بازی میکنه رو شما میپذیرید؟ ببینین، راست افراطی، جنبش اسلام سیاسی هم جزوی از جنبش راست افراطیه، و اگر مقابل اسلامی میستیم عملا باید هر کس مقابل همه راست افراطی، از راست هندو، راست بودیست که داره مسلمان توی شریلانکا میامار میکشه، تا راست یهودی که داره توی فلسطین الان میبینیم چه کاری میکنه، تا راست مسیحی که داره حق و حقوق زن هر روز از بین میبره. میخوام بگم مبارزه علیه اسلامیون یه مبارزه علیه راست افراطیه، و خب همونطوری که قبلا گفتم اکس مسلما افرادن،
به خاطر یک و به همین خاطر میتونیم اکس مسلم ای داشته باشیم که طرفدار راست افراطیان ما نیستیم. اکس مسلم بریتانیا کاملا مخالف هر نوع راست افراطیه و اتفاقا فکر میکنیم که نارسیسیزم کامله که شما علیه اسلامیون باشین ولی در این حال علیه مسیحیان افراطی نباشین. اینا هر دو همون جنبشن، همون خواسته ها رو دارن، ضد بشریان، ضد انسانیان. ولی به نظر من جنبش اکس مسلم جنبشیه برای حق حقوق انسان و چجوری میتونی از حق حقوق انسان دفاع کنی در این حالی که خواستتون پایمال شدن حق حقوق دیگران، پناهجویان، مسلمانان. غیر ممکنه با هم، یعنی بایستی کاملا علیه تمام راست افراطیون بود. دیگه فکر کنم خیلی بیشتر صحبت کرد به خصوص در رابطه هویت تراشی، ولی شاید توی برنامه دیگه ای میشه این کار کرد. مرسی از توضیحاتتون. من خب وقت خیلی کمی داریم، من میخواستم فقط بگم که اولا که من ترجیح میدم که ما آدرس بدیم تمام مخاطبینمون رو به سایت اکس مسلم بریتانیا که دقیقا جزئیات کنفرانس اسلو رو از اونجا ببینن، بردارن تمام پلنستا، ساعت، زمان، مکان، همه رو از اونجا ببینن. اما اگر نکته خیلی خاصی از نظر شما فریبرز و پویا و مریم نمازی هست در مورد کنفرانس اسلو که دوست دارین تو این برنامه بگین، میشنوم ازتون. خب فقط میخواستم بگم که امیدوارم همه بتون، هر کسی که میتونه بیاد، به خاطر اینکه این دیگه آخرین کنفرانس بزرگیه تا 2027 که 20مین سالگرد اکس مسلم میشه. و خب در این کنفرانس به عنوان یک عمل اعتراضی هنری ما عمامه و حجاب پرانی خواهیم داشت و در ضمن موسیقی هست، کمدی هست، شعر هست، بحث و گفتگو هست، عمامه پرانی و حجاب پرانی هست. یعنی حتما اگر افراد بتونن خودشون رو به اسلو برسن، حتی ما حاضریم پول بلیط ازشون نگیریم که بیان، چون وقت مهمیه و کنفرانس مهمی خواهد بود، به خصوص الان هم علیه اسلامیون، هم علیه راست افراطی، علیه راسیسم، علیه زدیت با مهاجرین و پناهندگان و مسلمان ها و در دفاع از ارتداد و کفگوی و آتیزم و حق انسان برای رهایی و آزاداندیشی. امیدوارم همه بتونن بیان. مرسی مرسی. من میگم دیگه آفر بهتر از این نمیشه، واقعا باید از این شرایط استثنایی استفاده کرد. ضمن اینکه من خودم هر دفعه در کنفرانس هایی که نهاد اکس مسلم بریتانیا سازماندهی کرده شرکت کردم، علاوه بر اینکه کلی اطلاعاتم زیاد شده، کلی دوستای جدید پیدا کردم و احساس های همگراییم خیلی بهتر شده، اوقات بسیار خوش و مرفهی رو داشتم. برای همین خودم توصیه میکنم همه دوستان و مخاطبینی که میتونن حتما بلیط رو تهیه کنن، بلیط هواپیماشون رو، و به اسلو بیان، یا دوستانی که اون نزدیکی هستن و میتونن خیلی راحت تر بیان. میلاد، برای پایان برنامه داریم میریم، خودت و پریبرز و پویا اگر نکته ای دارین میشنویم ازتون. من اجازه بده قبل از فریبرز 30 ثانیه یه نکته رو بگم. من اجازه بده دیگه از نقش وکیل مدافع شیطان درام به خود واقعیم برگردم، بشم همون میلاد همیشگی و اعلام بکنم که واقعا صحبت‌های مریم من خیلی به وجد آورد، چون سابقا کنفرانس های سلیبریتینگ دیسنت با شعر و هنر و رقص و موسیقی در واقع همیشه همراه هست. خود مریم نمازی به عنوان یک پکیج گذشته از اون فعال سیاسی بودن و به اساس یک اکتیویست فعال در دنیا، یک زن آرتیست و هنرمند هم هست. اگه بک‌گراند مریم الان تو همین برنامه نگاه کنید اینو متوجه میشید. و خب جایی که مریم نمازی باشه حتما شعر و هنر و بر صورت همین بحثی که عمامه پرانی و حجاب پرانی اینها خواهد بود. در نتیجه به شخصت هیجانم چند برابر شد برای شرکت تو این برنامه و خب خیلی خیلی عالی خواهد بود که دوستانی که این برنامه رو میبینن با توجه به اینکه هنوز وقت هست، حتما تا جایی که امکان داره خودشونو به اسلو برسونن. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت اکس مسلم اسکاندیناوی و پلتفرم های ما هم میتونن در واقع مراجعه بکنن. با توجه به اینکه ما در سوئد هستیم شاید بتونیم کمکشون بکنیم که به اسلو راحت تر برسن. من جنبندی دیگه ندارم و مریم و فایبرز عزیز در اسلو میبینم تو. مرسی میلاد. فریبرز جان شما اگر نکته ای داری ازتون میشنویم. نه فکر کنم خب جنبه های متفاوت این کنفرانس رو بررسی کردیم، ولی یه نکته مهم پنل های دیسکاشن و صحبت هایی هست که اونجا هست. به نظر من سخنان های خیلی
جالبی اونجا هستن که صحبت میکنن و جنبه های متفاوت مشکلات جنبش ارتدادی، مسائلی که جنبش پناهندگان مثلا، جنبش آتئیستا با شروع، جنبش زن زندگی آزادی با شروع هست. این فضایی را که میشه در یک مکانی با عقاید مختلف میان صحبت میکنن، سخنرانای خیلی خوبی هستن اونجا، دارن میان جنبه های متفاوت بحث رو تو شرایط امروز جهان رو مورد بررسی قرار میدن، در این حال که کنفرانسیه که بخش هنریش خیلی زیاده، تمرکز رو روی استفاده از هنر برای برانگیختن فکر و انتقاد و گفتگو رو در واقع داره تلاش میکنه نشون میده، و نقش رو که هنر و هنر کریتیو میتونه بازی بکنه و تاریخ هم بازی کرده و تو این جنبش هم داره این کارو میکنه، اون بخشش خیلی زیاده. و ولی در این حال صحبت ها و گروه پانل های صحبت هست در رابطه با جنبه های متفاوت این جنبش، و توجه به نظر من به این پانل ها اهمیت داره. شاید مریم بتون بیشتر در رابطه با تایتل های این پانل ها صحبت بکنه. ممنونم، مرسی از توضیحاتتون. من فکر می‌کنم وقت خیلی کمی داریم، اما باز هم اگر نکته خیلی مهمی هست میشنوم ازتون. مریم جان اگر نکته‌ای دارین بفرمایید. صحبتاتون، ولی به هر حال هر کسی که میخواد بیاد میتونه بگه این برنامه رو دیده و یه بلیت مجانی بگیره، برام ایمیل بزنه maryamnamazi@gmail.com. بحثای خیلی زیادی هست همش روی سایت، از حق زن، حق ارتداد، علیه راست افراطی، علیه هویت تراشی و اهمیت خنده و خلاقیت در مبارزه با جنبشی که پر از سیاهی و مرگ و خشم و ترسه. ممنون، مرسی از شما. واقعا همونطور که مریم نوازی عزیز و فریبرز جان توضیح دادن، من خودم هر دفعه در این کنفرانس ها شرکت کردم، یک پکیج همه جانبه رو در عرض مثلا 2-3 روز واقعا شاهد بودم، ضمن اینکه افرادی رو واقعا باهاشون آشنا شدم و تونستم تعامل داشته باشم باهاشون که میتونم بگم که کم نظیرن و از ابعاد مختلفی نگاه‌های بسیار مختلفی دارن به واقعا جنبش خدا ناباوری و در زمینهای مختلفی برای این جنبش فعالیت میکنن. خب خود این یه تجربه ارزنده است و فکر میکنم که اگر اینکه واقعا افراد نکته سنجی باشین این فرصت رو از دست نمیدین و خودتون رو به اسلو میرسونین. مرسی از همه شما عزیزان که تا این لحظه همراه ما بودین و برنامه ما رو مشاهده کردین، و دوستان عزیزانی که ضبط شده برنامه ما رو از تلویزیون کانال جدید خواهید دید، و دوباره تشکر از فریبرز پویا، مریم نمازی و خودت میلاد رسای منش. با ما همراه باشین، نکته نظراتتون رو برای ما ارسال کنین از طریق راه‌های ارتباطی که در آخر برنامه هست و ما رو همراهی کنین. تا برنامه دیگه، روزگار خوشی رو برای همه شما آرزو میکنم.